در سال جاری عملکرد نیروهای ویژه ارتش در میدانهای نبرد چشمگیری بوده است. این نیروها توانستند که بیش از 300 تن از زندانیان را به شمول نیروهای امنیتی تنها از ولایت المان از چنگ عراسفتنان آزاد کنند. حالا وزارت دفاع از افزایش عملیات‌های شبانه در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که این عملیات‌ها با هدف سرکوب دهشت افغانان پر دستاورد بوده است. ما هر روز به تعداد عملیات‌هایی که ما انجام می‌دهیم از 8 الی 18 عملیات شبانه را ما اکثرا انجام می‌دهیم و این عملیات‌های شبانه توانسته که اون شما خبر دارین که اضافه از 100 قمندان ازیار از بین برده. وزارت دفاع هدف از افزایش عملیات های شبانه را آماج قرار دادن فرماندهان ارشد دهشت افغانان و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان عنوان می کنند. دو هدف داره. هدف اول ای که ما می توانیم دشمن را مشخص، قرارگاه هایشان و قماندان هایشان را مشخص بکنیم و اونا را ضربه بزنیم، و هدف دوم ای که از تلفات ملکی ما جلوگیری کرده میتونیم. در همین حال شماری از نمایندگان با ستایش از عملکرد نیروهای ویژه از حکومت میخواهند که این نیروها را افزایش بدهد و بیشتر تجهیز کند. عملیات های شبانه که 100% موثر است. خواست مجلس همه است، همیشه حتی هم کماندو یک کندک زیاد شو گفته بروز مماد من هیست کمیسیون تخصصی رابطه بودم از کماندو عملیات های شبانه او تایارهایی که عملیات میکنه از خواست مجلس که باید اینا تقویه شو. وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای ویژه ارتش در عملیات های شبانه در 3 ماه گذشته بیشترین فعالیت ها را در ولایت های المند و کندوز داشتند.